شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. کانون ایرانیان استرالیایی ویکتوریا یا به زبان دیگر Australian Iranian Society of Victoria یک سازمان غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر مذهبی است که از سال 1990 فعالیت خود را شروع کرده و در سال 1991 به ثبت رسمی رسیده و در جهت ترویج و تقویت فرهنگ، موسیقی، ادبیات و هنر ایرانی تلاش می کند. مجله گلبانگ خبرنامه رسمی کانون ایرانیان استرالیایی ویکتوریا است و یکی از کانال‌های ارتباطی با اعضای کانون محسوب می‌شود. این فصلنامه 28 تا 32 صفحه‌ای مجله تمام رنگی منعکس کننده اخبار و رویدادهای سه ماهه گذشته، گزارشی از برنامه‌ها و سمینارهای فرهنگی سازماندهی شده توسط کانون ایرانیان استرالیایی ویکتوریا و جامعه ایرانی و همچنین اطلاعات علمی، مفید و کاربردی متنوع، داستانها و اشعار ارائه شده برای خوانندگان فارسی زبان است. مجله گلبانگ به تازگی 200 شماره خود را منتشر کرده است. من پیمان جمالی هستم و در گفتگو با آقای رضا داوری، هماهنگ کننده فصلنامه گلبانگ، به تاریخچه پیدایش این فصلنامه، روند تحولات آن در خلال این همه سال، محتوای آن و مروری بر تحولات این فصلنامه در 200 شماره پیشین خود پرداختیم. جناب آقای رضا داوری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو بر شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب داوری، امکان داره در ابتدای گفتگوی امروز کمی از تاریخ شکلگیری نشریه گلبانگ برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟ نخستین شماره این فصلنامه در چه سالی منتشر شد؟ منم خوشحالم از گفتگو با رسانه شما. راجع به تاریخچه گلبانگ خدمتتون عرض شود که بعد از تأسیس کانون ایرانیان سال 1991، بعد از مدتی هیئت مدیره وقت تصمیم میگیرن که یک رسانه مکتوب و چاپی به عنوان خبرنامه داخلی، در ضمن حالا به عنوان یک رسانه فارسی زبان داشته باشن، که این مجله گلبانگی که ما به عنوان گلبانگ داریم از سال بعدش، یعنی سال 1992 شروع به انتشار میکنه. اول به صورت تک برگی، یک صفحه آسه‌ای که حالا تا خورده بوده، بعد دیگه تعداد صفحات به مرور بیشتر میشه تا به گلبانگی که الان خواننده ها و مخاطبای عزیز در ایالت ویکتوریا و سراسر استرالیا و حتی به صورت بین‌المللی داره منتشر میشه. جناب داوری، اگر اشتباه نکنم نشریه گلبانگ، من آنلاینش رو دیدم، آیا هنوز گلبانگ به صورت نسخه کاغذی هم منتشر میشه؟ ببینید، من سال 2020 به تیم گلبانگ و کانون پیوستم. سال 2020 عضو هیئت مدیره بودم و از همون سال تا الان در خدمت تیم گلبانگ هستم. تا سال 2020 مجله گلبانگ به صورت ماهنامه، حالا بعضی موقع شاید دیر و زودم می شد، و به صورت چاپی کاغذی منتشر می شد. از سال 2020 هیئت مدیره وقت تصمیم گرفت که این مجله دیگه به صورت آنلاین باشه، با توجه به حالا تکنولوژی جدید و دسترسی اکثر فارسی زبان ها به رسانه های دیجیتال. این مجله از اون زمان به صورت دیجیتال منتشر شد. از سال 2020 به صورت PDF بود تا سال 2020 و اواخر 2023 که ما تصمیم گرفتیم از حالت دیجیتال محض و PDF تبدیلش کنیم به حالت مالتی مدیا. و اگه الان شما ملاحظه بفرمایید، میبینید که مجله گلبانگ به صورت مالتی مدیایی که فایل های صوتی و ویدیو هم داخلش هست داره منتشر میشه، ولی در کنار اون فایل PDF هم واسه دوستایی که حالا علاقه مندن به صورت نسخه PDF مطالعه کنن هست و تعداد معدودی هم از اون نسخه PDF ما پرینت میگیریم برای سرای سالمندان و جاهایی که حالا دسترسی کمتری به اینترنت دارن، تقدیمشون میکنیم برای مطالعه. جناب داوری، امکان داره کمی هم درباره محتوای این مجله، تعداد صفحاتش و اطلاعاتی از این دست لطفاً برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بفرمایید؟ خدمتتون عرض شود که این مجله، همونطور که خدمتتون گفتم، در بعض امر به صورت خبرنامه داخلی و قصد داشته که اخبار و اطلاعات کانونا با توجه به محدودیت‌های اون زمان 1990 تا 2000
که خیلی رسانه‌های دیجیتال و اینترنت مرسوم نشده بوده منتشر بشه. ولی در کنارش خب من نسخه های قدیمی که دیدم آگهی تبلیغاتی و معرفی برنامه‌های عمومی هم بوده و کم کم مطالبی از شاعرها، نویسنده‌ها و پژوهشگرای ایالت ویکتوریا، ملبورن و بعضن استرالیا هم چاپ می‌شده. از سال 2020 که من در خدمت تیم گلبانک هستم، ما سعی کردیم که اولویت اونو بذاریم انتشار مطالبی که از افرادی که در ایالت ویکتوریا هستن با توجه به عنوان و حوزه کاری کانون که کانون ایرانیان ویکتوریا ایالت ویکتوریا استرالیا هست. ولی بعضا ما از دوستای ایرانی و فارسی زبان، حالا من بهتره بگم فارسی زبان چون شعار مجله نشریه فارسی زبانان استرالیا هست، از دوستای دیگه ساکن ایالت‌های دیگه هم استفاده کردیم. گاهی هم برای حالا این تبادل اطلاعات و به هر صورت معرفی سری از دوستانی که با استرالیا در حال مراودات فرهنگی هستن، مطالب اونا منتشر شده. سعی کردیم ایونت ها، رویداد های فارسی زبان ها رو پوشش بدیم، حالا به صورت معرفی و گاهی هم گزارشی از برنامه های مختلف، گالری های نقاشی، گالری های هنری که در وسط فارسی زبان ها برگزار شده در ویکتوریا داشته باشیم. با توجه به علاقه سری از دوستان به جدول کلمات متقاطع، حتی ما سعی کردیم با توجه به اینکه دیجیتال شدیم ولی در نسخه های چاپی اینم داشته باشیم که دوستانی که حالا از قدیم با این مطالب بر صورت ارتباط داشتن هنوز این ارتباط حفظ بشه. گزارش های تصویری داریم از رویدادهای مختلف فرهنگی در داخل ملبورن و ویکتوریا، رویدادهای بین‌المللی خدمتتون شود. بیشتر موضوعات منتشر شده در گلبانک همین است. جناب داوری، امکان داره بفهمید انتخاب مقالات و محتوای این مجله چگونه صورت میگیره؟ خدمتتون شود، ما در طی سال‌های اخیر یه شورای سردبیری تشکیل دادیم، متشکل از افرادی هستن که تخصصهای مختلف دارن و با توجه به اینکه مجله ما مجله تخصصی نیست در زمینه، حالا در زمینه خاصی مثل فرهنگ، ادبیات، ما سعی میکنیم که به صورت یک مجله پاپولار با مخاطب عام کار کنیم. دوستانی هستن در شورای سردبیری با تخصصهای خاص که مطالبی که واسه ما ارسال میشه از طریق ایمیل در اون شورا مطرح میشه و با توجه به رأی گیری تصمیم میگیریم که این مطالب به صورت کامل یا بعد از اصلاح جزئی یا کلی در مجله منتشر بشه. البته فکر میکنم شما به این پرسش من پاسخ دادید، ولی مایلم باز هم این رو با شما مطرح بکنم که آیا فقط اعضای کانون ایرانیان ویکتوریا به این مجله دسترسی دارن یا اینکه میتوان به صورت آنلاین و بدون نیاز به عضویت در کانون به اون دسترسی پیدا کرد؟ خواهش میکنم. ببینید، این مجله حالا به عنوان رسانه رسمی کانون ایرانیان هست، به همین دلیلم مطالب ما باید به تایید اعضای محترم هیئت مدیره برسه قبل از انتشار. ولی این مجله سال هاست که نه به عنوان خبرنامه داخلی بلکه به عنوان یک رسانه عمومی برای همه فارسی زبان ها داره منتشر میشه و این لینک نسخه مالتی مدیا در پلتفرم های مختلف کانون و حتی دوستای همکار رسانه های دیگه و سمن ها، سازمان های مردم نهاد دیگه فعال در ویکتوریا هم پخش میشه. به همین دلیل الان در حال حاضر فقط اعضای کانون نیستن که مخاطب ما هستن، همه فارسی زبان های ساکن ویکتوریا و استرالیا مخاطب گلبانگ هستن. و آخرین پرسش جناب داوری، مجله گلبانگ به تازگی 200 شماره خود را منتشر کرده. اگه قرار باشه یک ارزیابی از روند تحولات این مجله از شماره 1 تا شماره 200 داشته باشید، اون چه خواهد بود؟ من اول از همه باید تشکر کنم از بانیان و کسانی که این مجله رو تأسیس کردن، چون حالا تعداد عزیزان زیاد هست و من نگرانم که حالا اسم جا بیفته، اجازه بدید اسمی نبرم. ولی به هر صورت اون زمان من همیشه تو جلسات گفتم، زمانی که امثال بنده داشتیم کیان بچه ها میخوندیم و بچه دبستانی بودیم، این دوستان در استرالیا با امکانات اون زمان که ببین نه پرینتر خانگی بوده، نه پرینترهای تجاری مثل الان، نه اسکنری، نه چیزی، خیلی با وسایل ابتدایی و با محدودیت مالی این مجله رو منتشر کردن و واقعا دست مریضات داره به این دوستان که اون زمان این کار رو انجام دادن. و نمیخوام حالا عنوان اولین رو به کار ببرم، ولی از اولین رسانه‌های چاپی فارسی زبان، حتی میشه گفت استرالیا و
اقیانوسیه میشه نام برد گلبانگا. بعد به مرور زمان تا سالهای اخیر حتی زمانی بود که بعضی از دوستان هیئت مدیره میگفتن در حال حاضر با توجه به گستردگی رسانه ها نیازی به گلبانگ نداریم، ولی من و یه سری دوستای دیگه مخالف این بودیم و خوشبختانه این مجله ادامه پیدا کرد، ولی ما سعی کردیم با تکنولوژی رود پیش بریم. به همین خاطر دیگه از اون حالت مجله خواندنی و نوشتاری خارجش کردیم، ویدیو و صوت بهش اضافه کردیم و در نسخه های اخیر اگه شما دیده باشید قابل ورق زدن هست و خدمتتون عرض شود که پارسال هم موفق شدیم ISSN یا شماره استاندارد بین‌المللی برای این مجله بگیریم که خیلی کمک میکنه به وجهه بین‌المللی و خواندنی تر شدن این مجله و ترغیب میکنه به دوستان نویسنده، دوستان ساینتیست که مطالب خودشون رو برای مجله‌ای که حالا به صورت در کتابخانه ملی استرالیا هم به ثبت رسیده و شماره استاندارد بین‌المللی داره بفرستن و به دست مخاطب برسن. جناب آقای رضا داوری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید. خواهش میکنم، من از شما ممنونم. به عنوان یکی از رسانه‌های محبوب و دوست داشتنی و خواندنی و دیدنی استرالیا دارید فعالیت میکنید. قربان شما. لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.